به نام خدا، بریم سراغ درس سوم، یعنی کتاب کار درس سوم از انگلیش تایم 3. خب در سوال اول میخوایم این کلمات به هم ریخته رو مرتب کنیم و جمله بسازه. امیر حسین بچرخ که کمی بیه جلو. خب پس اولیش let's go to the movies. Let's go to the movies. On Thursday. یعنی بیا بریم کجا؟ بیا بریم سینما. کجا؟ روز پنجشنبه. گفته چی؟ گفته باید چجور بشه؟ I can't. من نمیتونم. پس I can't. خب How about Friday. بچه ایام هفته هم باید چیکار کنیم؟ با حروف بزرگ بنویسیم. How about Friday. گفتیم که ما از ساختار how about زمانی استفاده کنیم که اولی نشده و ما داریم آپشن میدیم، یعنی گزینه میدیم، میگیم من مثلا اینو نمیتونم، این چطور. خب پایینی گفته چی؟ Sorry. خب شرمنده. I'm busy. یعنی چی؟ سرم شلوغه. I'm busy. خب Is Saturday. اوکی. آیا شنبه اوکیه؟ آیا شنبه اوکیه؟ خب گفته No. What about. بچه how about و what about دوتاش یه ساختاری داره. What about Sunday. میگه یک شنبه چی؟ میگه sure حتما. و آخر گفته sounds good. یعنی خوبه رضا. اوکی. حالا توی تمرین دومی باید ایام هفته رو به ترتیب بنویسی. خب ببینید اگر دقت کنی از پس ساندی بعدش ببخشید اینجا باید چی باشه؟ ماندی باشه. ساندی ماندی بعدش چیه؟ بعدش تیوزدی. TUESDAY. بعد تیوزدی ونزدی. اوکی. بعد تیوزدی ونزدی
بعد ونزدی چیه بچه ها؟ ثرزدی. اوکی اینجا نوشته تی فر... بعد فرزدی فرایدی اف آر آی دی ای وای و بعد فرایدی بله بله ساتردی اس ای تی یو آر و دی ساتردی. پس ما دو تا موضوع داریم اینجا، ویک دیز یعنی ایام هفته، پس ویک دیز یعنی روزهای هفته که برای خودمون از شنبه شروع میشه، شنبه تا تقریبا پنج شنبه، درسته؟ و ویکندز، درسته؟ ویکندز، آره ویکندز، ویکندز یعنی آخر هفته. اینو موضوع داشته باشه. اوکی بریم تو بعدی، بریم تو تمرین بعدی برای تشخیص. آره اوکی بریم. در تمرین بعدی ما باید چیکار کنیم؟ read یعنی بخونیم و هر کدوم از اینا رو چیکار کنیم؟ read and circle. خب watch videos, do exercise, do homework, exercise. پس watch video یعنی چی؟ یعنی دیدن، تماشا کردن. توی ورژن جدید شده watch movies. watch videos یعنی تماشا کردن ویدیو، watch movies یعنی تماشا کردن فیلم. do یعنی انجام دادن. do homework یعنی انجام دادن تکالیف. اکسرسایز یعنی تمرین کردن. پس کدومش هست؟ آها اکسرسایز. کلین آپ یعنی مرتب کردن، تمیز کردن. واش ده کار، واش یعنی شستن، واش ده کار یعنی شستن ماشین. هاف اسنک یعنی خوردن میان وعده. این میشه use a computer. use گفته یعنی استفاده کردن. a computer یعنی چی؟ استفاده کردن از یک کام. have a snack که میشد میان وعده خوردن. listen to music کدومش هست؟ یعنی گوش دادن به موزیک که اولیش هست. بعدیش wash the car. wash the car میشه no. videos watch videos yes. clean up یعنی تمیز کردن. اوکی حالا ببینیم بچا ما اینها کلمات به هم ریخته است، شما باید مرتبش کنید. خب بریم. پس اولی هست listen to music. پس L I S T E N listen to music. listen to music یعنی گوش دادن به موسیقی. بعدیش هست exercise، درسته؟ E X E R C I S E. بعدیش هست چی؟ use U S E. این میشه use. use a computer. use a computer. use a computer یعنی استفاده کردن از کامپیوتر. و do in do. do homework. do homework. حالا تو قسمت دوم باید اینا را چیکار کنیم؟ خب اولی داره چیکار میکنه؟ اولی این اکسرسایز، پس میشه دو، درسته؟ این میشه چی؟ میوزیک. اوکی انجام داده.
بعدیش داره چی کار میکنه؟ Use the computer number 3 and sorry نزنینم sorry number 3 use the computer and do homework number 4 okay. بریم بعدیش گفته به what's she doing درسته؟ میخواییم بگیم او داره چی کار میکنه؟ she's washing the car. انجام دادن این دوه یعنی انجام. What's she doing یعنی داره چی کار میکنه. She's washing the car. بعدیش What's he doing او داره چی میکنه چی کار میکنه. پس میگه چون he درسته، پس he را استفاده میکنم. He چون در زمان حال استمراری استفاده کرده، ما هم از زمان استمرار میگه he's چی کار میکنه؟ داره تلویزیون. فعل سادمون watch movies بود درسته؟ watch movies. he's watching یعنی فعل اصلی باید ing. he's watching movies یعنی اون داره فیلم میبینه. he's watching movies. اوکی بیم پایین تر practice time. خب حالا ما اینا رو بر اساس یعنی فاعلمون باید چیکار کنیم؟ مشخص کنیم که از دو و داز استفاده بشه و اینجا بر اساس تصویر باید هم مشخص کنیم که چه بازه زمانی است. خب پس توی یعنی توی انجام این تمرین اول when رو دارم. when یعنی چی؟ یعنی چه موقع. خب بعد از when باید چی بیارم؟ یا بگیم دو بیارم یا چی؟ یا داست. حالا when دو این دو و داست چیه بچه ها؟ فعل کمکی منه. فعل اصلی من چیه؟ حالا بهش میرسیم. when دو دعا با چی میاد؟ دعا میاد با آی میاد، با وی میاد، با یو میاد، با دی میاد. اوکی با دی. خب حالا بعدش داز با چی میاد؟ when does she when does he. اوکی when does با ایتم میاد. حالا هر اسمی که به جای اینم نشست میتونه، مثلا به جای شی میتونی بیام بگم آیناس درسته؟ اوکی آیناس یا مریم آیناس. خب به جای هی میتونم بگم تاها، یا مثلا میتونم بگم امیرسید. به جای ایت مثلا میتونم بگم مای کار، ماشین من. اوکی خب حالا ببینید بعدش میایم سراغ فعل. ببینید بچه ها فعل رو چیکار میکنیم. فعل هم چه؟ when do you مثلا watch TV. when do you watch TV
کی تلویزیون میبینی. حالا اگر مثلا when does she watch TV, when does he watch TV, when does it watch TV, when do we watch TV, ما کی تلویزیون میبینی, when do you watch TV, تو کی تلویزیون میبینی, when do they watch TV, اونا کی تلویزیون میبینن. اوکی, پس من اینجا when رو دارم, بعدش فعل کمکی دو و داز دارد متناسب با اون از فاعل, اینا دوا با اینها میاد, آی وی یو و دی, بعد دازا با شی و هی و ایت میاد, بعدش فعل رو میاریم. حالا توی انجام این باید دقت کنیم که دی داریم, پس اینجا چی استفاده میشه؟ ون دو. When do they do homework? پس دو اولی دو تا دو داریم. دو اولی فعل کمکی مونه. دو دومی فعل اصلی مونه. When do they do homework? کی تکالیفشون انجام میدن؟ They do homework با توجه به این خب کی میشه؟ In the morning or in the evening? In the morning. چون طولو داره میکنه. بعدیش when بچه she داریم. اوکی, when does she wash the car, که ماشین رو میشوره. She washes. ببینید بچه ها فعلمون es گرفته. چرا؟ چون فعلمون به اس عشق. اینو باز بذاریم بگم بچه ها, وقتی که فاعلم she, he و it باشه, چه اتفاقی میفته؟ افعال, افعالی مثل do به معنای انجام دادن, مثل wash به معنای شستن, مثل watch به معنای تماشا کردن, مثل فیکس به معنای تعمیر کردن, حالا انتهاشون رو انجام ده, مثل کیس به معنای بوسیدن. ببینیم بچه ها خب انتهای اینا چیه؟ این او هست, این چیه؟ SH. این چیه؟ CH. این چیه؟ X. این چیه؟ S. امیر حسین تو باید اینجا بشین و اذیت میشی. چه اتفاق میشی؟ دیگه نمیگیم she do, میگیم she does. دیگه نمیگیم he wash, میگیم he washes. دیگه نمیگیم he watch, میگیم he watches. دیگه نمیگیم he fix, میگیم he fixes. دیگه نمیگیم he kiss, میگیم he kisses. ببینید صدای ز هم میده. She does, she does homework, she does homework. کی انجام میده تکالیفو؟ مثلا in the afternoon. بچه ها این زمان حال چیه؟ ساده هست برای بیان چیه؟ تکرار. برای بیان تکرار است. اوکی, پس اینم قانونیه که اینجا پی بردیم. چرا این باید بگیم این باید توی به جای واش شد واشس. این دا آفترنون یا ات نایت, چون خورشید داریم دیگه, پس این نشون میده که این دا آفترنون. بعدی شماره نمبر 3, when does it have a snack. این ایته اشاره داره به این سگه. Have a snack. اوکی, have a snack. خب حالا ببینید بچه ها it has, ببینید پس have a snack چون برای have وقتی صرف میشه تبدیل میشه به has. It has a snack at night. ببینید بچه ها.
حالا when does he یا when do he؟ when does he watch TV؟ کی اون تلویزیون می؟ he watches. ببینید بچه ها چون CH داره فعلمون میشه we watches videos in the morning in the evening in the evening in the evening. حالا ببینید بچه ها توی سال این بر اساس حالا این تایمی که دفته morning صبح afternoon evening و night باید مشخص کنید که این فعل رو کی انجام میده. بچه ها do و does وقتی آورد فعل بر میگرده، نمیگیم when does he listens، میگیم when does he listen. اوکی؟ نمیگی when does she uses، میگه when does she. یعنی اون اصاب فقط برای زمانی هست که جملات چیه؟ خبریه. یعنی توی حالت سوالی اون صرف نمی کنه. پس اینو جواب بدین بچه. توی این یعنی توی 3 و 4 دقت کنین، 1 و 2 فقط باید جواب بدین، توی 3 و 4 هم باید سوال. خب پس when does he listen to music؟ اوکی. پس فاعلمون کیه؟ هی. درسته هی. خب چه موقعی هست؟ آفتنون هست. درسته. حرف اضافه آفتنون چیه؟ این ده. درسته. پس فعلمون بشه چی؟ پس اول فاعلمون کیه؟ هی. بعدش چی؟ بعدش فعل. فعلمون چیه؟ listen. درسته؟ listen. اسم میخواد یا yes میخواد؟ yes. اسم میخواد. he listens to نه نمیخواد. نه اسم میخواد. he listens to music. he listens to music. که in the afternoon. بعدیش when does she use a computer؟ حواستو نمیگه when does she uses، چون وقتی سوال میپرسه با دو داز ای دازه اس رو میدازه. پس میگیم she فعلمون چیه؟ uses. she uses a computer. بازه زمانیش کیه؟ she uses a computer. آها in the morning. پس با morning هم چی میاد؟ in the میاد بچه. morning ای morning. حالا این چیه؟ have a snack. فاعل کیه؟ دختره یا پسره؟ پس میگیم when does she have a. پس دیگه نمیگیم when does she has a snack، میگیم when does she have a snack. when does she have a snack. خب حالا فاعلت کیه؟ she. she have a snack یا she has؟ آفرین. she has a snack. کی؟
آفرین. با نایت چی میاد؟ ات نمیاد. ات نایت. خب بعدیش، بعدیش حالا اونا چی کار دارن میکنن؟ اکسرسایز. حالا میخوایم بگیم کی آنها ترسه، پس میشه when key day، پس میشه when، بگین do day، when do day، when do day exercise، when do day exercise. خب حال فعالم کیه؟ they exercise in the evening. پس با evening هم چی می اومد؟ in the evening. خب بریم تمرین بعدی. در تمرین بعدی phonic time است. خب look at the picture and write the initial درست. پس ببینیم بچه ها، پس الان ببینیم vowel ها شدن A, O, U, I و E. consonant ها شدن چی؟ هر چیزی به غیر از اینا. اوکی؟ حالا مثلا تو پاپ کورن ببینید P B صداست، O با صداست، صدا دار، P باز B صدا، C B صداست، O صدا دار، R صدا دار، صدا دار نیست، N نیست. حالا تو B، B نیست، I هست، R نیست، D نیست. حالا G نیست، U هست، صدا دار، M نیست. پس گام یعنی آدامس. کی، حالا K صدا دار نیست، E صدا دار هست، Y اینجا هست. اوکی اینجا هست. خب ولی مثلا بسیگی داره کجا باشه، ولی در اصل وای جزء کانسوننت هست. خب ام نیست، ای هست، ای هست، تی نیست. پس میت به معنای گوشت. حالا بریم بعدیش، نرس درسته، ان نیست، یو هست، آر نیست، اس نیست، ای هست. حالا نرس پس شد پرستار، دی نیست، او هست، او هست، آر نیست، تی نیست، ای هست، پی نیست، ای هست. تیپ هم به معنای نوار هست، نوار. حالا تیپ، هورس درسته، اچ نیست، O هست، R نیست، S نیست، E هست، window درسته پنجره، W نیست، I هست، N نیست، D نیست، O هست، W نیست. بریم بعدی، fish درسته، F نیست، I هست، S نیست، H نیست، wet V پس fish و my، wet یعنی دامپزشک. اوکی V نیست، E هست، T نیست، sing یعنی آوازخوان درسته، S هست نیست، ببخش I نیست، N هست گذاشتم،
N نیست، G نیست. حالا اینجا 0 به معنی 0، اوکی؟ Z نیست، E هست، R نیست، O هست، جکت یعنی همون جاکت، اوکی؟ J A هست، C نیست، K نیست، E هست، T نیست، یویو حروف بی صدا نیست، هست، نیست، هست، لک ال نیست، ای هست، جی نیست، آر نیست، ای هست، دوتا بیه دوتاش نیست، آی هست، تی نیست. حالا کیک، سی نیست، ای هست، کی نیست، ای هست. پس اینایی که میگیم نیست یعنی حروف صدادار نیست. کوین، کیو نیست، کیو نیست، یو هست، دوتا ای دوتاش هست، ان نیست، دی نیست، یو هست، سی نیست، کی نیست، اس نیست، آی هست، ایکس نیست. حالا بیایم بچه اینجا، بیایم اینجا. حالا بیایم چیز اولیاشو ببینیم. اوکی، خب این میشه چی؟ تیپ. با چی شروع میشه؟ تی. این میشه چی؟ هاوس، درسته؟ با اچ. این میشه چی؟ اگ. این میشه چی؟ برد، با بی. این میشه چی؟ اگر بخوایم لمن در نظرش بگیم میشه چی؟ اونجا چی داشتیم؟ بزنیم اینجا چیزی داشتیم؟ نه، کلمه بالاتر؟ نه، به هیچ کدوم از اینا نمی. حالا اگر میوه در نظرش بگیریم، اورنج در نظرش بگیریم، او، این میشه یویو، این میشه چی؟ کیک، سی، این میشه چی؟ جی، اوکی؟ این میشه چی؟ دبلیو، ویندو، این میشه چی؟ ال، این میشه چی؟ اس، این میشه چی؟ ای، درسته؟ این میشه چی؟ کایت، این میشه چی؟ کوئسشن، این میشه چی؟ آپ، درسته؟ یو، این میشه چی؟ ان، نرس، این میشه چی؟ این. یا اگه مثلا پایین در نظر بگید داون میشه، این میشه چی؟ دور، دی، این میشه چی؟ ماوس، ام، این میشه چی؟ وت، وی، این میشه چی؟ رابیت، این میشه چی؟ احتمالا منظورش ومنه یعنی زن، این میشه چی؟ پیک، پیک، پک. خوب، برای شما مثلا یه چیز دیگه است، اگه مداد پی، پنسل. حالا عدد، بیایم اینا رو کدگذاری کنیم. عدد 4، 4 چه حرفیه؟ ای. 5 چه حرفیه؟ بی. خب بی، پنج، چهار چی؟ چهار بی، چهار بی. خب پنج، پنج، پنج چی بوده؟ او،
حالا شیش بوی درست شد. دو چیه؟ دو اچ. هفت چیه؟ ای. هشت دبوی هست. هفت ای. شیشیه وای. خب سه چیه؟ ای. خب درسته ای. خب نو چیه؟ نو ان ال. خب پس میشه یلو. اوکی پنج. اینجا پنج داشتیم. یلو. ده چیه؟ ده چیه؟ ده دبلیو دیو. یازده. یازده چیه؟ جی. جی درسته. خب هفت ای. دوازده. دوازده چیه؟ سی. خب سیزده. سیزده کی. سه هست. ای. یکم شد تی. پس خب بعدیش جمله بعدی د باز میشه د. یک دو سه میشه د. چارده. شماره چارده میشه چی؟ نه چارده میشه کیو دیگه. خب پونزده کو. خب سه میشه. خب خب میشه احتمالا کوین. درسته ده کوین. ها نه میشه شی. نه ال. خب هیفده. هیفده. حالا بذارین سیزده. سیزده چیه؟ کی هست. خب سه ای. هشت هم باید اس باشه. لایکس. ده کوین لایکس. دوازده. دوازده سی. هفت ای. سیزده باز کیک. ای لایکس کیک. ای شونزده شیه. این هیجده. دی اند نوزده چیه؟ نوزده. ام ای میت لایکس میت انکی. بیم پایین تر باس ده رو تکرار میشه. تی اچ ای هیجده چیه؟ هیجده دیه درسته؟ بله هیجده. دی پونزده. پونزده یوه. دوازده. دوازده سی. احتمال داک. ده داک یعنی اردک. بیست و دو دبلیو. هیفده. هیفده آی. بیس. بیس و خب ای. هشت دو. ال ای. ال این میشه لیدی خانم. خب لیوز. خب یک leaves the. خب 21 are
بعدش ای، بعدش چار چیه؟ چار چیه؟ او بی نکات چار میشه بی هیفده رابیت رابیت. خب چیه؟ ال پونزده یو مطمئنین؟ 22 ال 15 15 چیه؟ 15 یو 19 ام. خب پایین 7 میشه چند؟ 7. حالا بذارین ببینیم چی چی A. ای 16 ان 18 اند 22 23 ب 23 پی پی خب 5 او بیسه میشه چی؟ خب بعدیس این میشه پاپکورن. The duck likes این likes نبوده بیس leaves the rabbit likes the rabbit. No. خب بیم پایین تر. Read the sentence in A number the picture. خب one میشه کدومش؟ خب این خب اینم میشه the queen. اینم میشه دو. اینم میشه سه. این میشه گام. بیسه تو این میشه گام. gives the rabbit gum and pork. gives ای گیوز بیست و دو. بیست و دومون بچه ها جیه. بیست و تو گرل. آره بیست و تو گرل. خب بیایم پایین تر. پس معنی شد the dog میده به دخت the rabbit gum and popcorn. میده به خرگوش آدامس و پاپکورن. بیایم پایین تر. خب پس اینم تموم شد. آکی پس این تموم شد. لایک و سابسکرایب هم یادتون.